سلام دوستان وقتتون به خیر باشه هفته گذشته یک خبر در رسانه ها منتشر شد این خبر اشاره داشت به حضور رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در تایوان به شدت چینی ها رو عصبانی کرد اجده کمی عصبانی شد رجز خون گفت چنین و چنان میکنن بعد آروم شد نشه سر جاش کار خاصی اون صورت انجام نداد و بعد در نهایت خبری که در رسانه ها منتشر شد رزمایشی بود که این رزمایش کمی قابل تعمله به لحاظ رفتار میدانی که چینی ها در رزمش انجام دادن کمی قابل تعمل به نظر میرسه و بعضی ها میگن شبیه سازی اشغال تایوانه مفصل این رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد و قبلش یه نکته میخوام بگم اون چیزی که ما اینجا داریم میبینیم شبیه به اتفاقاتی است که قبلا در اوکراین اتفاق افتاده و من بیشتر میخوام به این بپردازم حالا عکس و فیلم های از رزمش هم خواهیم دید ولی بیشتر به این میخوام بپردازم من تا قبلش یه نکته رو میخوام بگم دوستان ما وقتی درباره تایوان داریم صحبت میکنیم داریم به نقطه ای از دنیا میپردازیم که بر اساس بعضی از آمارها چیزی در حدود سی درصد قطعات رایانه دنیا رو داره تولید میکنه بعد نکته جالبش اینجایی که ما وقتی از همچین عددهایی صحبت میکنیم داریم از خط تولیدی صحبت میکنیم که بخشش در خاک کشور چینه اینا اختلاف نظرهای حیثیتی و عمیقی با هم دارن ها دشمنی های عجیب و غریب دارن ولی بخشی از این خط تولید در خاک کشور چینه که این اون نکته ای است که مفصل خصوصش با شما صحبت خواهم داشت اصلا اصل داستان من و اصل این برنامه میخوام درش به همین بپرسم دو تا نکته قبلش میخوام بگم در رزمایشی که چینی ها هفته گذشته برگزار میکنن دو تا خبر در اصلا میشه البته این رزمایش هنوز هم در جریانه بخشی از خبرها اشاره داشته به نگرانی تایوانی ها وزارت دفاع تایوان اعلام میکنه که چندین موشک بالستیک چینی به آبهای اطراف شمال شرقی و جنوب غربی تایوان اصابت کرده یا هم بگم فرود آمده در داخل این آبها فرود آمده بعد همزمان با تایوان ژاپن هم خبری رو در اصلا منتشر کرده وزارت دفاع ژاپن هم اعلام کرده که موشک های بالستیک چین به مراکز اقتصادی ما برخورد کرده در آبهای این مناطق فرود آمده و این اولین بار هست که چین داره موشکهای که خودش رو در این مناطق تست میکنه خب این تیرو و های سفری است که اخیرا آمریکایی ها به تایوان داشتن تصویر رو روی صحبت من مشاهده میکنید تاثیری که دارید مشاهده میکنید مربوط هست به رزمایشی که چینی ها برگزار کردن همونطور که در این تصویر میبینید شبیه هست به محاصره تایوان یعنی ظاهرا داره قطع ارتباط تایوان تا با خارج رو به طور کامل انجام میده دو تا نکته تا همینجای کار وجود داره نکته اول این که خب یک بار علنی و سریح این رو تست کرده تو همین رزمایش یعنی اومده گفته که آقا من دارم فضایی رو با وجود میارم که ارتباط این به طور کامل با خارج قطع بشه چه هوایی چه دریایی و تایوان تا کاری نتونسته انجام بده و کشورهایی هم که تلاش کردن تایوان تا رو تحریک بکنن حالا توضیح میدم ماجرای این تحریک رو اونها هم کمکی بهش نکردن یعنی ظاهرا تا اینجای کار چین اومده این رو تست کرده که من اشغال این منطقه رو و محاصرهش رو تمرین میکنم بعد یک گام جلوتر هم میتونم بیام ولی اگر گام جلوتری هم نیام تا اینجا شو گزینه برای من نداره چون اگر گزینه داشت الان علنی میکرد دیگه الان عملی میکرد من الان رسما نقاط اطراف او رو گرفتم این تصویری هست که در رسانه منتشر شده در این تصویر همین ماجرا رو مشاهده میکنیم که به نوعی تمرین محاصره و قطع ارتباط این جزیره با دنیای خارج رو داره نشون میده و نکته جالب تری که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست یک مسئله خیلی مهم در خصوص تایوان وجود داره اون مسئله بعد میگه به اتفاقات سالهای اخیر شما نگاه میکنید میبینی که آمریکا اومده پای کار یک هماهنگی نظامی بین ژاپن کره جنوبی و ۰... تایوان رو و همچنین استرالیا به استرالیا هم باید اشاره بکنم و همچنین استرالیا بین این چهار تا کشور رو فراهم بکنه خب تا اینجاش رو میفهمیم میذاریم کنار باش کار نداریم ولی یه سوال ببین تو داری در یک جزیره صحبت میکنی که هیچ کس در دنیا اون رو به رسمیت نشناخته سازمان ملل هم اون رو به رسمیت نمیشناسه بعد تو داری کشورهایی رو به اون هماهنگ میکنی یک بحثی در طول این سال مطرح بوده تحت عنوان چین واحد تو با این وجود داری کشورهایی رو با این جزیره هماهنگ من اصلا کاری ندارم که حق توی این داستان با کیه من اون چیزی که میخوام خدمت شما عرض کنم این هست که ببین شبیه برف روختن یک آتش نیست داستان خیلی تحریک کننده بری بریم جلوتر 20 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به تایوان صورت میگیره جنگنده هایی به تایوان فروخته میشه بعد رفت و آمدهایی در تایوان انجام میشه حالا داستان داره شبیه میشه به ماجرای اوکراین برگردیم یک ویدیو Uh, az, uh, safir Dostana, aziz. Video hum il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre C'est parce que le, euh, le Parti démocratique progressiste...

ما یه سری اختلاف با این کشور داشتیم حالا با این کشور که البته من کلمه رو دارم به کار میبرم اونا استفاده با این منطقه اختلافاتی رو داشتیم بعد میگه منطقه خود مختار ما هست میگه با وجود همه این اختلافات داشتیم به یک سمتی میرفتیم به یک سمتی حرکت میکردیم که اونجا مردم به این فکر بکنن که ما بریم به سمت یک کشور واحد هممون هم با هم یکی بشیم و میگه این صدا داشت شنیده میشد با وجود همه اختلافات این صدا داشت اونجا شنیده میشد که بریم بررسیش بکنیم چی میشه شاید ضرر نداشته باشه این چیزی که اینا میگن شاید ضرر نداشته باشه که مثلا ما تا ته داستان خود مختار بمونیم یه هماهنگی هم با اینا داشته باشیم الان که مثلا کارخونه مثلا فلان بخشمون خط تولیدش در چین هست با وجود دشمنیه شاید بتونیم یه مقدار اختلاف رو کمترش کنیم دقت کردیم میگه که فضا داشت به این سمت پیش میرفت تا کی تا زمانی که سر کله پیدا شد رفتن پشت یکی از احزاب تایوان ایستادن از اون حزب حمایت کردن اون حزب رو تقویت کردن به اون حزب توضیح دادن که وا اصلا داستان این شکلی نیست که تو خود میتونی مستقل باشی میتونی فلان باشی میتونی ویسار باشی میگه همه اینها رو که توضیح دادن به یک باره در سالهای اخیر ورق برگشت ما نگاه کردیم دیدیم اون صدایی که تحت عنوان چین واحد شنیده میشه تحت این عنوان که بریم بشینیم حالا گفتگو بکنیم یه صحبتی داشته باشیم اون صدای کمتر شد بعد یواش یه صدایی که از تقابل با چین حرف میزد. بلندتر شد تجهیز شد قدرتمند شد و آمریکا اومد پشت این داستان قرار گرفت داستان دقیقا داستان اوکراینه شما در داخل اوکراین همین رو اینا اول بلندشان رفتن با احزاب ضد روسیه صحبت کردن اونا رو تقویت کردن یک گزارش رو قبلا خدمت شما ارائه دادم الان حضور ذهن ندارم برای یکی از اندیشگره های آمریکا یک عدد عجیب و غریبی رو اختصاص دادن که این اندیشگره بره به طور اختصاصی توی اوکراین کمک بکنه احزاب همسو با و ضد روسیه تقویت بشن همین بودجه میگرفت کارش این باشه اینا رو تقویت بکنه در افکار عمومی خروجی داستان چی شد خروجی داستان رو اگر بخوایم با هم بررسی بکنیم به اینجا رسید که آقا هی اومدیم جلوتر تنش بیشتر شد تنش بیشتر شد اوکراین به یه سمتی رفت که دیگه آمد به سمت همراهی با ناتو حرکت بکنه و در یک جنگ اتفاق افتاد جنگی که هم به یک باطلاقی برای روسیه تبدیل شد که الان صد و چند روزه صد و شست روزه گیر کرده تو این باطلا حالا کارهایی رو داره انجام میده ولی به هر جهت داره هزینه میکنه تو این جنگ دیگه بدون هزینه که براش نبودی که هم سرباز شاسی دیده هم ساختار نظامیش درگیر شده هم بودجه اقتصادیش هم با دنیا هم که وضعیتش مشخص درگیره برای اوکراین هم که یه هزینهش لازم نیست من توضیح بدم سالیان سال طول میکشه که اوکراین بخواد برگره به اون نقطه‌ای که قبل از جنگ بوده حالا برگردیم به تایوان نگاه کنید دوستان این اتفاق رو در جای دیگری شاهد هستیم تو ایران هم مشابه شما شاهدیم تو ایران هم شما وقتی نگاه میکنیم میبینی که یک جامعه ای رو شاهدش هستی اختلاف بینش بوده کلکل کل بینش بوده دعوا بینش بوده اینو سعی کردن تقویتش بکنن بعد سعی کرده س... چجوری بگم صدای غربگرایی رو و صدای سازش رو تو این جامعه بلند بکنه بعد اومده پشت یکی از جریانات ایستاده شما اوجش رو کجا ببینی؟ اوجش رو سال 88 میبینی اگر دوست اصلاح طلبی داره برنامه من رو میبینه یا حتی اگر یک رفیقی داره برنامه من رو میبینه که جنبش سبزی هست من اتهام مزدور بودن به شما نمیزنم من دارم میگم که او آمد پشت این داستان ایستاد و حمایت علنی کرد برای چی برای اینکه میخواست شکاف در این جامعه زیاد بشه ماجرا 88 رو از زاویه های مختلف میشه بررسی کرد ولی یه بار ببینیم از این زاویه نگاه بکنیم وقتی که آمریکا میبینه که یک حزبی در مقابل حاکمیت ایستاده اینم آمریکا میفهمه که من اگر از اون حزب حمایت بکنم حاکمیت میتونه بگه تو مزدور آمریکایی درسته وقتی آمریکا میاد از اصلاح طلبها حمایت میکنه ما نمیتونیم بگیم اینا مزدور آمریکا هستند میتونیم بگیم پس چرا این کارو میکنه خب به ضررشه که وقتی ما بگیم اینا مزدور آمریکا هستند افراد این به عنوان یک فعال سیاسی نمیتونه فعالیت بکنه همه میگن باید بررسی کنیم ببینیم است این کار تو یا نه پس چرا این کارو میکنه دست خودش داره رو میکنه نه یکی از کارهایی که اومد در سال 88 انجام داد این بود گفت دو تا جلیان اختلاف بینشون افتاده من پشت یکی وایستم که طرف مقابل دیگه نتونه نگاه مثبتی او داشته باشه به حقم نتونه داشته باشه چون بخشی از اتفاقاتی که افتاد قابل تعامل بود بعد از اینجا باید مسیر این هم جدا بشه یا من رسما و علنا ازش به اصطلاح خودمون حمایت کردم اون هم اعلام نداشته میتونه سلام بکنه یا لعنت بر آمریکایی که اوکراین رو به این حال درآورده اینم تایوانشه من اعلام برائت میکنم من طرف پرچم خودم با وجود همه اختلافا با امسن اونم اعلام برائت نکرد وایساد یه طرف داستان این از اینجا به بعد جای پا پیدا کرد برای اینکه صدای سازش رو در ایران بلندتر بکنه شکاف رو بیشتر بکنه بعد طرفین رو به جان هم بندازه من فقط از یه زاویه مسئله جریان 80 رو نگاه بکنم و از هزاران زاویه میشه بهش نگاه کرد و فقط این چیزی که من خدمت شما عرض یکی از چیزایی که رخ داد همین بود دیگه ما فردا ما آدم قبلی هم بودیم ما الان اون نگاه قبلی رو به هم نداریم اونا به این وریا میگن مزور رژیم و نمیدونم یک رژیم نه مستبد و چیزای این شکلی اینا به اونا یه مزور آمریکا غربگرهای مزور آمریکا این شکافه کجا به وجود اومد اونجایی که آمریکا فهمید یک جریانی داره که میتونه روش سرمایه‌گذاری بکنه روش سوار بشه اون جریان هم تمایلی نداره این که اعلام برائت بکنه این ماجرا رو هم در اوکراین دیدیم هم در تایوان حالا اون چیزی که خیلی ها میگن اینه که در تایوان میتونه ماجرا رو به سمت یک بحران و به, و به،, و به سمت یک جنگ هدایت بکنه جنگی که احتمالا سرنوشت اوکراین رو برای تایوان هم رقم خواهد زد و حالا با های عجیب و غریب شرق دنیا رو درگیر خواهد کرد دوستان عزیز طولانی ترش کنم نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه یک درس رو باید در دنیای امروز خودمون از اتفاقاتی که رخ میده بگیریم من نمیدونم شما که مطالب من رو نگاه میکنید نگاهتون به مسئله اوکراین چیه نگاهتون به مسئله, چیه؟ نگاهتون به مسئله او... تایوان چیه ولی اون چیزی که میفهمم این هست که همه این داستان ها از اونجا شروع شد که اینها موفق شدن در دل جوامع شکافایی رو وجود بیارن روی اون شکافا سوار بشن اختلاف ایجاد بکنن پشت یک طرف بیسن و طرفین رو به جون هم بندازن در داخل جامعه ما هم حالا جنس حرفی که دارم درباره ایران میزنم متفاوته چون وقتی درباره اون دو تا کشور دارم صحبت میکنم درباره وقتی درباره روسیه صحبت میکنم درباره کشوری در مقابل صحبت میکنم وقتی درباره چین صحبت میکنم در روی یک منطقه در روی صحبت میکنم ولی ایران رو که دارم بهش میپرزم در خصوص خودمان دارم حرف میزنم کشوری رو در مقابل خودمون تعریف نکردم منت شباهت هایی در داستان هست اون چیزی که شباهت اصلی ماجرا هست اینه که آقا این وسط یکی داره دست و پا میزنه که اختلاف بین من شما زیاد بشه در همه حوزا شکاف بین من شما زیاد بشه جایی که موفق شدن این شکاف رو به وجه خودشون برسانن بهره خودشان را از این ماجرا خواهند بود باید تلاش بکنیم همدلی ما بیشتر بشه باید تلاش بکنیم اتحاد در داخل بیشتر بشه وقتی اتحاد در داخل بیشتر بشه من میتونم برم بررسی بکنم ببینم که جزایری هست که از خاک وطن جدا شده باشه یا نه برای اون برنامه داشته باشم وقتی همدلی در جامعه من بیشتر بشه اون نقطه هست که به امنیت پایدار منجر میشه چون دشمن نگاه میکنه میگه همشون پشت همدیگه دیگه وقتی همدلی در جامعه بیشتر بشه من میتونم تصمیمات بزرگ در حوزه سیاست خارجی در حوزه سیاست داخلی و در حوزه اقتصادی بگیرم ولی وقتی مدام چند صدایی باشی کار پیش نمیره در دنیایی که اونها ما رو در اوج اختلاف میخواهند باید برای همدلی خودمان یک فکر اساسی داشته باشیم من این ماجرا رو طولانی ترش نمی کنم فکر می کنم که از جمله داستان است که احتمالا مجبور شیم به زودی مفصل در روی صحبت بکنیم و اگر موافق باشی، چندتا پیام میخوام برای شما بخونم یک رفیقی دارم گفته که امروز سال روز تولدم هست پس به افتخار ایران کبیر هورا بکشیم دمتون گرمان در سال روز تولد شما به افتخار ایران کبیر هورا میکشیم امیدوارم که همه دوستان من همه کسانی که برنامه ما رو میبینن عمرشون طولانی و وازد باشه یک رفیق مشتی من گفته آقای تلیا من استرالیا هستم چگونه میشه برم عضو مقاومت بشم و برم فلسطین خیلی ارادت دارم ببین اون چیزی که من امروز میفهمم از فضای صحنه نبرد اگر بازی رو اشتباه متوجه شده باشم این هست که از همه چیز مهمتر ایالات متحده مقاومت امروز به سربازان در میدانی در شبکه های اجتماعی نیاز داره سربازانی که بازی رو درست فهمیده باشن دنبال ترویج خشونت و ترویج اینکه میخواهیم کشور گشایی بکنیم و حرفای این شکلی که یه سریا رو حساس بکنه و شاخک یه سریا رو تیز بکنه نباشن نه یه سری مسئله بیان تبیین بکنن هم برای جامعه خودشون هم برای دیگران حالا ما مثلا وقتی در خصوص محور مقاومت صحبت میکنیم خیلی فکر که حتما باید بریم با آن سوی میدان با ملت های دیگر حرفی بزنیم ببین بخشی از داستان همین وره پایه هایی هست در داخل جامعه ایران اینا میخوان سستش کنن اینا میخوان جامعه رو نسبت بهش دوچاره تردید بکنن تو اگر موفق شدی به همدلی در این جامعه کمک بکنی اون کاری که انجام دادی این هست که در نهایت مسیر رو به این سمت بردی که اون هسته مرکزی ایالات متحده مقاومت پرقدرت و پرنفس بمونه پس کاری که ما الان میتونیم انجام بدیم این هست که از شبکه های اجتماعی هر طور که میتونیم روشنگری بکنیم انقدر هم داستان و اپام و از این چیزها ریخته که اصلا لازم نیست من بگم تو کدوم حوزه پس من پیشنهادم اینه اگر رفیقی هست میخواد در این میدان کاری بکنه تلاش بکنه که شبکه های اجتماعی رو ازش قافل نشه ها از کجا شروع بکنم اگه یک ایرانی هستی میخوای کار موثر انجام بدی تلاش بکن زیبایی های وطن رو اون کسانی که خارج از کشور هستن بشناسن این یه حرف احساسی نیست من بخوام بزنم من سالها سوی شبکه های اجتماعی یکی از کارهایی که دارم انجام میدم پست هایی هست در زیبایی های ایران که ارسال می‌کنم. قبل از اینکه این, بحثه اخیر هم شروع بشه به قضیه گردشگرهای خارجی فرداختم که اینها مورد حمله قرار گرفتن که کمی بعد تا شما دیدید این بحث داغ شد این ماجرا حیثیتیه صدای ضد ایرانی رو بشکنید صدایی که میخواد حسه مرکزی ایالات متحده مقاومت رو بی‌اعتبار بکنه این صدا رو در هم بشکنید چجوری با بیان زیبایی های ایران کار خیلی پیچیده ای نمیخواد انجام بدیم من نکته دیگه ندارم اگر احساس کردید نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین وقتتون بخیر